سلامی گرم خدمت بینندگان گرامی ایران آزادی. روز چهارشنبه 18 فروردین بیش از 300 متخصص ایرانی مقیم آمریکا نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور ارسال کردند و خواستار اقدامات قاطع و فوری در حمایت از آرمان مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت شدند. این افراد که شامل اساتید دانشگاه، پزشکان، آکادمیسیان‌ها، پژوهشگران و مدیران صنایع هستند، توی این نامه تاکید کردند که مردم ایران در قیام‌های 4 سال گذشته همواره خواهان تغییر رژیم شدند. این خواست مردم ایران خیلی روشن و رسا فریاد شده و نمیشه اون رو نادیده گرفت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با پروفسور کاظم کازرونیان، رئیس دانشکده فنی دانشگاه کانتیکت آمریکا و هماهنگ کننده کمیته متخصصان ایرانی در این کشور. خب دکتر کازرونیان، به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم. ابتدا میخواستم سلام به شما و بله سلام به شما و سلام به همه بینندگانتون. خیلی ممنون. ابتدا میخواستم در مورد مهمترین نکات و مفاد این نامه بگین که چی هست و خواسته شما چیه؟ بله، خیلی مهم بود که در شرایطی که سیاست دولت آمریکا، دولت آقای بایدن داره شکل میگیره در ماهای اول ریاست جمهوریشون و ضمناً همزمان با دور اول مذاکرات غیر مستقیمی که آمریکا و ایران دارن در وین، صدای اصلی و حرف اصلی ملت ایران، مردم ایران رو ما برسونیم. حرف اصلی ملت ایران اینه که هیچ تحریمی نباید لغو بشه و هیچ امتیازی به دولت ایران نباید داده بشه مگه اینکه حقوق بشر در داخل ایران، یعنی آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، حداقل‌های اقتصادی در زندگی مسئله اصلی این مذاکرات باشه، مگه اینکه دست برداشتن رژیم از تروریسم در خارج از ایران جزء امور اصلی و مواد اصلی این مذاکرات باشه، دست برداشتن رژیم از پشتوانی از گروه‌های نیابتیش و همچنین دست برداشتن رژیم از تلاش برای کنار گذاشتن خواسته های اتمیش و دسترسی به سلاح اتمیش. اینها خواسته های مردم ایرانه و لازم بود که به گوش آقای بایدن برسه. بله، حالا شما تو نامتون خواستار لغو نشدن تحریم ها علیه رژیم شدین. میشه برام بگین که این تحریم ها تا الان چه تأثیری روی رژیم داشته؟ بله، واقعا برای اینکه سوال بسیار خوبی و مهمیه، برای اینکه درک کنیم جواب اینا، اول باید ببینیم که رژیم ایران با دلار و پول چه کار میکنه. این رژیمیه که ماهیتا فاسده، این حکومت فساده. یعنی بعد از اینکه این درآمد این کشور از فیلتر فساد رژیم رد شد، خرج دو مسئله اصلی میشه، مسئله اختناق در داخل و ترور در خارج. خب میدونید که شریان اقتصادی رژیم کلن دست بیت امامه، دست دفتر خامنه‌ایه و سپاه پاسداران و تمام سیستم هایی که مربوط به زیر اینا هست و تحریم اقتصادی کلن این شریان قدرت رژیم رو در تحریم و تروریسم محدود کرده. جالب بود دیروز از صندوق بین‌المللی پول که گزارش سالانه خودش رو در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه داده بود، میشنیدم که در سال 2018 ذخیره ارزی قابل دسترسی دولت ایران بوده 122.5 میلیارد دلار و در سال 2020 این نزول کرده به حدود 4 میلیارد دلار. یعنی واقعا این تحریم اقتصادی رژیم ایران و این شریان اقتصادی ایران که دست سپاه پاسداران و بیت المال خامنه‌ای هست، بیت المال امام هست،
واقعا محدود کرده و الان موقعشه که این ادامه پیدا کنه. بله. حالا شما تو این نامه به رئیس جمهور آمریکا تاکید کردین که سیاست هایی که بر اساس افسانه قدرت گرفتن جناح مدرن توی رژیم بنا شده، که خب همون می‌دونیم که خب توی آمریکا هم خیلی هستن به این موضوع دامن می‌زنن، شما استدلال کردین که این به شکست منجر میشه. ممکنه این رو بیشتر توضیح بدین؟ بله، کلمه که استفاده کردین خیلی جالبه، افسانه. بله، این یه سرابیه که سراب میان روها در ایران که به یک جوری بالاخره این افعی کبوتر میزاد و بالاخره یک گروهی توی در داخل رژیم هست که اینها اگه فرصت پیدا کنن خوش اخلاقتر و خوش قیافتر میشن، مثلا دموکراتیک میشن، مثلا صلح طلب میشن، و این سراب، این افسانه باعث یک سیاست گیج و بی هدف در دولت آمریکا در عرض 40 سال پیش تالا شده. حتی بهای اصلی اینو ملت ایران و ملت‌های اطراف ایران، کشورهای اطراف ایران دارن میدن و لابی ایران 100% این سراب و دامن میزنه به دلایل خاص خودشون و باعث خریدن وقت رژیم برای وقت اضافه عمری برای رژیم میشن. در صورت که رژیم ایران ماهیتاً یک رژیم دیکتاتوری، مذهبی و غیر قابل تغییره. الان هم که هست که خامنه ای میبینین که در با نزدیک شدن انتخاباتش به دنبال یک پایه کردن بیشتر نظامش هست با برگزاری انتخابات نمایشی که میکنه، و همونجور که اشاره کردین لابی ایران در دنیا به این دامن میزنه. اتفاقا دیروز بود یا پیروز بود که از یکی از همین رسانه ها میشنیدم که یک خانومی که جز و از این و مربوط به این لابی ها هست رفته بود و میگفت در این مذاکرات وین چیزی که نباید شامل این مذاکرات باشه حقوق بشر در ایرانه. واقعا لعنت به کسایی که همچین پوزیشنی میگیرن، همچین منطقی دارن که اینقدر منافع دولت ملت ایران رو زیر پا میذارن. بله، جالب بود، من یک مقاله خوندم از آقای علی صفوی که توی یکی از این رسانه چاپ کرده بودن، نوشته بودن که در مجموع از همین جناح مدره و اصلاح طلبی که شما دنبالش هستین تا حالا 3 دور رئیس جمهور اومده رو کار، که یعنی در مجموع 24 سال دولت دست اینا بوده و هیچ کدوم اونجا به هیچ تغییر کیفیت نه تو سیاست خارجی و نه داخلی نشده. برای همین این سرابی که شما دنبالشین هرگز بهش نخواهید رسید، که کمون که الانم خب در چشم اندازه که همه میدونن کی میخواد بیاد رو کار یا از چه جناحی. حالا ببخشید، من سوال بعدیم اینه که این امضا کنندگان این نامه چه کسایی هستن و این 300 شخصیت نماینده چه طیفی از جامعه ایرانیان توی آمریکا هستن؟ آیا اینا خواسته های این فقط جامعه ایرانی آمریکایی رو بازتاب دادن یا نه خارج از آمریکا هم هست؟ بله، همونجور که در اول برنامه‌تون اشاره کردین، این نامه‌ایه که از طرف اساتید دانشگاه، دانشمندانی که در آمریکا کار میکنن، متخصصین، مقامات ارشد دانشگاه معتبر آمریکا، یک سری وکلای ایرانی که در آمریکا مشغول کار هستند و صاحبان مشاغل تخصصی یا کمپانی های مختلف در آمریکا هستند، کسانی هستند که کلن خواستار جمهوری در ایران، یک دولت دموکراتیک و یک دولتی که جدایی دین رو از دولت رو بتونه در ایران پیاده کنه. و هدف اصلی اینها رسوندن صدای مردم ایران، صدای پدرانمون، مادرانمون، خواهران و برادران و دوستامون خارج از و بالاتر از صدای لابی ایران، بالاتر از بلندگوهای تبلیغاتی ایران رو به دنیا و به گوش دولت مردان و سیاست مردان و سیاست زنان آمریکا برسونیم. بله. یک هموطن یک سوالی کردم، من براتون میخونم. گفتن که چرا بقیه گروه ها و اپوزیسیون ها شعار رأی من سرنگونیست را نمیدهند و فقط اکتفا میکنند به نه به جمهوری اسلامی؟ چیزی در این مورد داریم بگین آقای کاظم‌نژاد؟ ولی من فکر میکنم که اگه کسی واقعا اپوزیسیون باشه، اپوزیسیون این دولت باشه، باید اپوزیسیون این دولت در تمامیتش، این رژیم در تمامیتش باشه، یعنی اینکه تغییر رژیم، وگرنه برمیگرده رو این که ما
در این رژیم این افعی کبوتر نخواهد زایید، در درون این رژیم هیچ کسی نمیتونه بیرون بیاد که بتونه خواسته های مردم ایرانو جواب بده. بله، بگن خارج از اون اپوزیسیون نیست جز همین شعبده بازی ها و نمایش های مسخره که خود رژیم را میندازه. بله، حالا طیف های مختلفی این شعار رو میدن، الان چه تو آمریکا چه تو جای دیگه هستن. یک سوال من داشتم سر انعکاس رسانه‌ای این نامه که ارسال شده، تا الان کجاها باستا پیدا کرده و این رسانه رو چه چیزی انگشت گذاشتن؟ بله، خب خیلی جالبه که این یکی انعکاس بسیار گسترده پیدا کرده این نامه در دنیا و در نشریه‌های آمریکایی و نشریه‌های فارسی زبان در دنیا، از جمله نیست اونه که یادم هست چند تا شو خدمتون بگم، فاکس نیوز بود، وایس آف امریکا، صدای آمریکا بود، ایران انترنشنال بود، پی آر نیوز بود، پی آر نیوز وایر، واشنگتن فری بیکن بود و خیلی از نشریه‌های دیگه بعد که نگاه میکردم اینو به صورت‌های مختلف پخش کردن و واقعا تاکید اینا به درستی روی نکات اصلی بود که این نامه داشت، همون که خواست مردم ایران هست: دموکراسی، آزادی، یک دولت لایق، یک جمهوری لایق، یک جمهوری که به طور صلح‌آمیز بتونه با همسایه‌هاش زندگی کنه، یک جمهوری که بتونه آزادی رو در ایران، حقوق بشر رو در ایران پیاده کنه. خیلی ممنون. حالا سوال من اینه که ارسال این نامه به بایدن چه تأثیری میتونه روی اتخاذ سیاست آمریکا در قبال رژیم داشته باشه؟ شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ من اینو دارم دوباره تکرار میکنم که واقعا شنیدن صدای واقعی مردم ایران، اینکه حرف اصلی مردم ایران چیه، تأثیر داره. اینکه و امیدوارم که اینو درک کنن که ملت ایران فریادشون و صداشونه که ما هیچ مذاکره ای رو، هیچ امتیازی رو به رژیم ایران قبول نخواهیم کرد، مگه اینکه این مذاکره، مگه اینکه این قراردادی که میخوان با ایران بذارن بتونه ضامن این باشه که حقوق بشر در ایران پیاده میشه، بتونه ضامن این باشه که رژیم ایران دست از تروریسمش بر می‌داره، بتونه ضامن این باشه که واقعا رژیم ایران دست از این آرزوش که میخواد سلاح‌های اتمی داشته باشه و دسترسی به قدرت اتمی پیدا کنه رو بتونه اینو حل کنه. خارج از این ملت ایران دارن فریاد میزنن که هیچ چیزی قابل قبول ما نخواهد بود. و خوشحالم که وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک رژیم و همچنین تحریم‌های مربوط به اعمال تروریستی رژیم برداشته نخواهند شد. خیلی جالب بود برام که روز پنجشنبه پیش، یعنی دو روز بعد از فرستادن این نامه به آقای بایدن و علنی شدن این نامه متخصصین و دانشمندان ایرانی به آقای بایدن، وزارت امور خارجه اومد و تایید کرد که نقض حقوق بشر و حمایت رژیم ایران از تروریسم همچنان مورد نگرانی دولت آمریکاست و تحریم‌های مربوط به این ادامه خواهند داشت. یعنی دقیقاً همون چیزی که خواسته امضا کنندگان این نامه بود. اگه اشتباه نکنم این جزء، بله این هم شما خواسته بودین که موضوع حقوق بشر جزء شروط برداشته شدن تحریم ها باشه، اگه اشتباه نکنم. یعنی بله، تأثیرش واضح دیده شد اینجا. یک سوال یکی از هموطنان برامون فرستادن که آمریکا موضع سختری نسبت به گذشته برای بازگشت به برجام دارد و رژیم ایران هم از آن فرار میکند. سوال این است که کشمکش ها بین دو کشور تا کجا پیش می رود و نتیجه چه می شود و بازده اصلی زمانی چی هست و چرا؟ خب میدونین این برمیگرده روی این که باید ببینیم که کلن پارامترهایی که در صحنه هستن چی هستن. اگه اجازه بدیم مثلا من اینجوری بگم که ما الان سه تا عامل اصلی توی صحنه داریم. یکیش اینه که دولت ایران، رژیم ایران ماهیتاً نمیتونه دست از تروریسم
دست از اختناق در داخل، گردن کلفتی در منطقه و در خارجش برداره. و دوم اینکه این رژیم عوض نخواهد شد، دارم تکرار میکنم، این رژیم خوش قیافه نخواهد شد، یک گروه دموکراتری، آزادی خواهتری، از رفورمیستری از توش نخواهند اومد بیرون و این رژیم روز به روز بی‌ثبات‌تر میشه. و در کنار این دو عامل که براتون گفتم، عامل اصلی و یک عامل تعیین کننده اینه که دنیا نخواهد تحمل کنه که رژیم قدرتمند اتمی بشه که در منطقه نفوذش رو گسترش بده. دنیا علیرغم اینکه ممکنه که رئیس جمهورهای مختلف آمریکا یا باقی دنیا با لحنای مختلف در مواقع مختلف صحبت کنن، دست آخرش اینه که اینها تحمل نخواهند کرد. اینا نمیتونن بشینن و نگاه کنن که مثلا یک قدرت اتمی از طریق این آخوندها در منطقه و یا در دنیا بتونه حضور پیدا کنه و گردن کلفتی کنه. بنابراین این سه تا عامل در کنار هم بگذاریم، اینه که دنیا دست آخر جلو این رژیم وای میسه. بنابراین درخواست ما بخواد از و اصرار ما به ادامه تحریم ها تا حل این مسئله، دقیقا این درخواسته که نمیخوایم ملت ایران در راه این قدرت طلبی و این گردن کلفتی های رژیم به خاک و خون کشیده بشن. نمیخوایم یه جنگی راه بیفته که ملت ایران در بهای اصلیش رو بدن. همین دیروز شامل این بودیم که این انفجاری که در نطنز پیش اومد، حالا پشتش هر چیزی که هست یا مثلا دست اسرائیلی هر کسی دیگه ای توش هست، این نشون میده که دنیا تحمل نخواهد کرد. بله. خب دکتر کاظمیان، از نگاه شما فضای مقام های آمریکا و همینطور نمایندگان کنگره و سنا این کشور الان در رابطه با مذاکرات فعلی آمریکا چه جوریه؟ بله، خب خیلی خیلی جالبه که بدونیم که در حالی که داریم صحبت میکنیم، نزدیک به 200 نفر که روز به روز داره زیادتر میشه، از اعضای کنگره آمریکا قطعنامه‌ای رو امضا کردن که در حقیقت همون حرفاییه که کم و بیش حرفاییه که تو نامه متخصصین اومده. یعنی اینها یک دولت دموکراتیک رو در ایران میخوان، یک دولتی رو میخوان که غیر اتمی باشه، یک دولتی میخوان که بتونه در صلح و با همسایه‌هاش زندگی کنه و دست از تروریسمش برداره. و همزمان با اینکه این مذاکرات غیر مستقیم داره در وین ادامه پیدا میکنه، عده زیادی از اعضای حزب جمهوری آمریکا به آقای بایدن اطلاع دادن که با هر جور توافقی که منجر به رفع تحریم بر علیه دولت ایران باشه مخالفت خواهند کرد. در از این یکی دو هفته هم ما شاهد موضع‌گیری های خیلی از نمایندگان و سیاستمداران آمریکا بودیم که دقیقا همین حرفا رو به صورت مختلف در مقالات و سخنرانی های خودشون، مصاحبه های خودشون تأکید کرده بودن که به هیچ وجه نمیتونن قبول کنن که دولت ایران امتیازی بگیره از این مذاکرات از دولت آقای بایدن و بیاد کنار بدون اینکه این خواسته های اصلی رو که دموکراسی، آزادی، حقوق بشر در ایران، دست برداشتن از سرویس در خارج، اینا رو بذاره کنار و اینا رو بهش اهمیت بده و پیاده بکنه. بنابراین دولت آمریکا، دولت مردان آمریکا، دولت زنان آمریکا، نماینده های کنگره آمریکا، حرفشون در این مورد خیلی مشخصه و امکان نداره که آقای بایدن و دولتش بتونن که اینو در نظر نگیرن. بله. یه کامنتی از هموطنم هم گذاشتن که گفتن رسانه‌های مختلف گفتن مذاکرات اتمی بین ایران و آمریکا مثل ماهی مرده روی آب است. یکی از نظرات بود. یک سوالی هم هست که من اول سوال خودم میکنم که شاید تو پاسخهای شما این هموطن جوابشون رو بگیرن. سوال من اینه که شما بالاخره چشم‌انداز مذاکرات فعلی رژیم با آمریکا و کشورهای 4+1 تو وین رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه آیا سیاست آمریکا در قبال رژیم تقریبا فکر می‌کنین چطور بشه؟ ولاد پیش‌بینی
پیش بینی که نمیتونه آدم در کوتاه مدت بکنه، چون میتونین همونجور که بهتون گفتم دولت های مختلف با لحن های مختلف در شرایط مختلف با دولت یونان صحبت کردن و بعضا گیجی و سردرگمی حاکم بوده بر خیلی از سیاست های دنیا و سیاست های آمریکا. ولی همونجور که خدمتون تو سوال قبلی هم گفتم، دنیا دست آخر نمیتونه یک رژیم اتمی در ایران، یک رژیم تروریست، یک رژیم قلدر، یک رژیمی که بالاخره به طور نامحدود میتونه حقوق بشر در داخل و قلچماقی رو در خارج از کشورش پیاده کنه رو قبول کنه. دنیا دست آخرش به طور محکم جلو اینو وای میسه. منافع دنیا در این نیست که بتونه اینو قبول کنن. بنابراین سیاست در کوتاه مدت هر جوری پیچ و خم بده، در دراز مدت جلو اینها وای میسه و هر چی زودتر ما بتونیم از طریق تحریم ها، از طریق پیاده کردن کارهایی که میتونیم بکنیم که جلو این رژیم رو بگیریم و مجبورش و سرنگونی رژیم رو سریع‌تر بکنیم، ما جلو ضررهای بزرگتر به ملت ایران در دراز مدت گرفتیم. حرف آخر اینه که در آخرش دنیا جلو این رژیم وای میسه و هیچ رقم نمیذاره که ما یک قدرت اتمی، دیکتاتور، تروریست ما در ایران داشته باشیم. بله خیلی ممنون. فکر کنم امیدوارم که این هموطنم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، چون پرسیده بودن که هدف از مذاکرات چیه و آیا برای لغو تحریم یا اینکه رژیم به تعهدش برگرده، که شما خیلی خوب این موضوع رو توضیح دادین. طبعا دنیا دیگه نمیخواد به رژیم اجازه بده که همون کارهایی که در 4 دهه گذشته میکرد رو تکرار کنه و همونجوری که شما گفتین اجازه بهش نخواهد داد. این مذاکرات به این شروع نشده که رژیم رو از زیر فشار در بیاره. خیلی ممنون از توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین و تو این برنامه شرکت کردین آقای کازرونیان. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین و روز بسیار خوب و موفقی داشته باشید. خیلی ممنون.